سلام و وقت بخیر شاگردان عزیز، امید که همه جور و صحتمند باشین. من هلن هستم، استاد ریاضی صنف سوم شما. با یک کتاب و یک درس جدید بازم در خدمت شما قرار دارم. امید که درس های ریاضی صنف دوم را به خوبی خوانده و مطالب خوبی را یاد گرفته باشید. پس بیاین درس جدید خود را آغاز کنیم. فصل اول، درس اول، قیمت مقامی ارقام در اعداد. صفحه اول. هدف درس، قیمت مقامی یک رقم را در مرتبه‌های مربوط تشخیص کرده بتوانید. شاگردان عزیز، شما در درس‌های گذشته‌تان مرتبه‌های یک‌ها، ده‌ها و صدهای اعداد را شناختید. از اینکه شناخت مرتبه‌ها در عددنویسی مهم است، پس یک بار دیگر مرور یا یادآوری می‌کنیم. پس در شکل‌ها دقت می‌کنیم. خب شاگردای عزیز، ما داریم خانه یک ها، خانه ده ها و خانه صد ها. در خانه یک های ما یک دانه گندم داریم. در خانه ده های ما یک بندل دتایی داریم. و در خانه صد های ما ده خوشه ده دانه ای که یک صدی میشه. پس جمله میشه 111 دانه گندم. بازم در شکل بعدی میبینیم. بازم داریم خانه یک ها، خانه ده ها و خانه صد ها. در خانه یک های ما 6 دانه یک تایی داریم. در خانه ده های ما 4 بندل ده تایی داریم. و در خانه صد های ما 10 خوشه ده دانه ای که یک صدی میشن داریم. پس در جمله میشه 146. پس شاگردای عزیز، شکل بالا بیان کننده عدد 146 است. پس شاگردای عزیز، بیاین که مشق و تمرین حل کنیم. یک، اشکال زیر را در نظر بگیرید و از روی آن جاهای خالی را پر کنید. در خانه یکای ما 4 دانه گندم داریم که میشه 4 یک تایی. در خانه دههای ما 2 ده تایی. و در خانه صدهای ما 10 خوشه ده دانه ای که یک صدی میشه. پس در خانه یک ها 4، در خانه ده ها 2 و در خانه صد ها 1 می نویسیم. عدد حاصله ما چند رقمی است شاگردای عزیز؟ عدد حاصله ما 3 رقمی است. پس در جمله میشه 124. سوال دوم، اشکال زیر را در نظر بگیرید و خانه خالی های جدول را با اعداد مناسب پر کنید. خب شاگردای عزیز، ما بازم داریم خانه یک آ، خانه ده ها و خانه صد ها. در خانه یک آی ما 0 است، چیز نیست. در خانه ده های ما 3 دانه ده تایی داریم، پس می نویسیم 3. در خانه صد آی ما 2 صد تایی داریم، پس میشه جمله 230. سوال سوم، از روی اشکال زیر خانه های خالی را در کتابچه های خود پر کنید. خب حساب میکنیم چند دانه گندم داریم. 1 2 3 4 5 6 7. پس 7 یک تایی داریم. 1 دانه ده تایی داریم و 2 دانه هم صد تایی داریم. در جمله میشه 217. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که زیاد تمرین کنین تا یاد بگیرین. میاییم بالای سوال ها. سوال اول، مطابق مثال زیر خانه های خالی را در کتابچه های خود پر کنین. خب سوال میبینیم 8 یک تایی، 9 ده تایی و 3 صد تایی میشود 398. خب ما خانه یک ها، ده ها و صد ها داریم. مطابق از او پیش میریم. 6 یک تایی، پس در خانه یک ها می نویسیم 6. 5 ده تایی، در خانه ده های ما می نویسیم 5. و 9 صد تایی، پس در خانه صد های ما می نویسیم 9. پس چند میشه؟ 956. میاییم بالای سوال بعدی. 9 یک تایی، پس در خانه یکای ما می نویسیم 9.
نو دتایی. پس در خانه ده ها هم می نویسیم نو و اشت ستایی. پس در خانه صدای ما عدد اشت می هم. جمله می شه اشت صدا نود و نو. سوال دوم، با استفاده از مثال های زیر خانه های خالی را در کتابچه های خود پر کنید. مثال اول ما است 782. دو در خانه یک ها، اش در خانه ده ها و افتم در خانه صدا می هم. خب مثال بعدی ما است 89. به خاطر که این عدد دو رقمی است، پس ما دو خانه ما را در نظر می گیریم که خانه یک ها و خانه ده های ما است. پس 9 در خانه یک ها می آید و 8 هم در خانه ده ها که می شه 89. همین قسم 70. 0 در خانه یک ها و 7 هم در خانه ده ها. 206 که عدد 3 رقمی می باشد، پس 6 در خانه یک ها، 0 در خانه ده ها و 2 هم در خانه صد ها می آید که می شه 206. 760، 0 در خانه یک ها، 6 در خانه ده ها و 7 هم در خانه صد ها. 925، 5 در خانه یک ها، 2 در خانه ده ها و 9 هم در خانه صد ها. خب میاییم بالای سوال سوم، اعداد زیر را در کتابچه هایتان بر ارقام بنویسید. خب شاگردای عزیز میبینین که اعداد به حرف نوشته شده، ما چی میکنیم؟ به ارقام مینویسیمش. 72، 584، 235، 56، 744، 523. خب شاگردای عزیز، ما ایره برقام اعدادا را نوشتیم، پس بیاین به خانه یکا، دهها و صدها هم نشان بتیم. از سر 72 شروع میکنیم. 72 به خاطر که عدد دو رقمی است، پس ما دو خانه را در نظر میگیریم، دو را در خانه یکا و افتم در خانه دهها مینویسیم، پس میشه 72. 584 می نویسیم. 235، 56، 744 و 523. پس قسمی که دیدین شاگردای عزیز، ما ایرم به ارقام نوشتیم و هم در خانه یکا، ده ها و صد ها نشان دادیم. چهارم، هر یک اعداد زیر را بخونید و آنها را به حرف در کتابچه های خود بنویسید. پس شاگردای عزیز، ما اینجا اعداد را داریم، به حرف می نویسیم. 746، قسمه که دیدین ایره نوشتیم. 642، 707، 902، 430 و 123. پنجم، با رقم های 4 و 6 چند رقم دو رقمی را می توانیم بنویسیم یا چند عدد را؟ خب دو رقم را می توانیم، یکی 46 و دیگر هم 64. خب سوال ششم، بین اعداد 200 و 250 عددی که رقم 5 داشته باشد را در کتابچه های خود بنویسید. پس از 200 شروع می کنیم. 205، 215، 225، 235، 245 و 250.
خب شاگردای عزیز ای اعداد بود که از 200 گرفته تا 250 را بود و در بینشان کدام اعداد را نوشتیم؟ اعداد را که 5 داشته باشه. خب شاگردای عزیز میایم بالای سوال هفتم. فهیم 33 افغانی دارد. برقم 3 طرف راست و برقم 3 طرف چپ دقت کنید. الف بگویید از هم چی فرق دارد؟ خب شاگردای عزیز ما 33 افغانی می نویسیم. یعنی عدد 33 را می نویسیم. طرف کتاب از ما خواسته که طرف راست و طرف چپ از هم چی فرق دارد. پس فرقش را میگیم. طرف راست که است مربوط خانه یکا و طرف چپ که است مربوط خانه ده ها میشه. پس فرقش امی است. ب. رقم آی طرف راست و چپ مذکور را توسط چوبک ها به صورت عملی نشان دهید. خب شاگرده عزیز قسمه که در سوال گفته پس ما شکل میکشیم. اول خود جدول میکشیم خانه یک ها و خانه ده ها. در خانه یک ها 3 دانه چوبک میکشیم قسمه که دیدین کشیدیم و در خانه ده ها هم 3 دانه دتایی از چوبک ها را میکشیم. قسمه که میبینید شاگردای عزیز 3 بندل دتایی را کشیدیم با رنگای مختلف که میشه 33. خب قسمت جیم رقم آی عدد 33 را در چوت نشان دهید. پس در شکل ما چوت داریم. چی میکنیم؟ عدد 33 را در چوت نشان میدهیم. خب وقتی که 33 میگیم 3ش خانه یکا است پس 3 دانه موره در خانه یکا میکشیم رسم میکنیم و در خانه دههای ما هم 3 دانه موره میکشیم پس میشه 33. خب شاگردای عزیز حالا بر ما واضح تر شد پس میریم سر سوال بعدی. سوال هشتم اعداد زیر را در نظر بگیرید. الف در عدد 66 چند یکتایی و چند دتایی وجود دارد؟ خب شاگرده عزیز عدد 66 که است عدد دو رقمی است. پس ما دو خانه است عددهای ما را یا ارقام ما را به نظر میگیریم. خانه یکا و خانه دها داریم. پس در چند دانه یکتایی ما داریم؟ در عدد 6 6 دانه یکتایی و 6 دانه هم دتایی داریم. ب. در عدد 606 چند یکتایی، چند دتایی و چند صدتایی وجود دارد؟ 606 که می نویسیم در خانه یکا 6، در خانه دها 0 و در خانه صدها 6. پس ما داریم 6 دانه یکتایی، 0 دتایی و 6 صدتایی. جیم در عدد 97 چند یکتایی و چند دتایی موجود است؟ پس 97 که میگیم اعداد دو رقمی ما است. 7 دانه یکتایی و 9 دانه هم دتایی داریم. در عدد 97. دال در عدد 800 چند یکتایی چند دتایی وجود دارد؟ خب شاگردای عزیز ما عدد 800 اگه در نظر بگیریم چند رقمی است؟ 3 رقمی است. اما 0 در خانه یکا، 0 در خانه دها، 8 هم در خانه صدها وجود دارد. که میشه 800. هی در کوچکترین عدد دو رقمی چند یکتایی و چند دتایی وجود دارد؟ خب کوچکترین عدد دو رقمی ما هست 10. که چند یکتایی موجود است؟ 0 یکتایی و 1 دان دتایی. در بزرگترین عدد دو رقمی چند یکتایی و چند دتایی وجود دارد؟ بزرگترین عدد دو رقمی ما 99 است که 9 یکتایی و 9 هم بندر دتایی داریم. پس میشه 99. خب شاگردای عزیز ای بود سوالایی که ما کار کردیم. پس بیاین بالای فعالیت میبینیم.
فعالیت معلم سیتان از شاگردان را پیش روی صنف قرار دهد و برای هر یک از آنها یک کارت عدد 1، 2 و 3 را بدهد و از آنها بخواهد که کارت مربوط خیش را به همصنفان خود نشان دهد. بعد معلم از شاگردان بپرسد که کدام اعداد 3 رقمی را با استفاده از کارت ها نوشتن می تواند. سپس معلم جاهای شاگردان را تغییر دهد. عدد حاصله را تا زمانی که تکرار نیایند در یک جدول بنویسد و در آخر حساب نماید که چند عدد 3 رقمی از عدد 1، 2 و 3 به دست می آید. کوچکترین و بزرگترین نهانها را نام بگیرد. خب شاگرده عزیز، قسمی که در فعالیت برمون گفتم ما 3 عدد داریم، عدد 1، 2 و 3. پس شما شاگرده عزیز چی میکنین؟ یک جدول میکشین، عدد 1، 2 و 3 را چی میکنین؟ جایش تبدیل میکنین و از او عدد وقت تبدیل کردین کدام عددش کوچکترین و کدامش هم بزرگترین میایه او را مینویسین در کتابچه هایتان. این است کار خانگیتان که انجام بدین. امید که درس خوبتر یاد گرفته باشین. پس تمرین ها را وقت انجام بدین که یادتان نره. تا درس بعدی، خدا نگهدارتان.